داستان شماره 2 مزرعه شالی. غروب شده بود و من باید خودم رو به مزرعه شالی خودمون میرسوندم تا شب رو اونجا بمونم و شب پایی بدم تا حیوانات وحشی به مزرعه حمله نکنن و شالی های رسیده شده آماده برداشت رو از بین نبرن. فاصله این مزرعه تا خونه ما زیاد نبود. شاید کمتر از 500 متر. روستای ما زیاد بزرگ نبود. امکانات زیادی هم نداشت. مردم روستا هم طبق عادت و روش‌های سنتی که از گذشتگان خودشون آموخته بودن زندگی می‌کردن و به اعتقادات خودشون هم خیلی وفادار بودن. خودم رو به مزرعه رسوندم. چوب دستی که بقچه غذا رو به نوکش بسته بودم و از کولم پایین گذاشتم. یواش یواش شروع کردم به روشن کردن آتیش. بعدش دم کردن چای و تمیز کردن کیمه که بتونم شب رو راحت اونجا بمونم. کیمه مزرعه ما خیلی بزرگ نبود. حدود 6 متر مربع بود و چند تا پله چوبی به شکل نردبون هم داشت که برای ورود به کیمه باید از اون پله ها بالا می رفتیم. البته باید بگم توی شمال به اتاقهای کوچیکی که کنار مزرعه درست می کنن کیمه می گن. هوا کم کم تاریک شد. منم شیپوری که پدر به سقف حلبی کیمه آویزون کرده بود رو برداشتم و شروع کردم به شیپور زدن تا حیوانای وحشی به سمت مزرعه نیان. هر چند دقیقه این کارو تکرار میکردم. مدت زیادی نگذشته بود که از دور صدای دو نفر رو شنیدم که هر لحظه به من نزدیکتر میشدن. هلال ماه هم توی آسمون با نور خودش مزرعه و زمینهای اطراف رو روشن کرده بود. باد خنکی هم آروم آروم میوزید. کم کم صدا خیلی نزدیک شده بود و با کمی دقت دیدم ایمان و کامبیز به سمت کیمه میان. منم با صدای شیپور به استقبال بچه ها رفتم. ایمان 3 سال از من بزرگتر بود. از بچه های مسیحی ایماندار که در رفتار و کردار توی روستا بی نظیر بود و چند سالی بود که با هم به عیسی مسیح ایمان آورده بودیم. قدی بلند داشت و موهای فر. کامبیز هم چاق با قدی کوتاه و شیطون و شوخ‌طبع و تقریبا هم سن من. بعد از خوشوبش صمیمانه با بچه ها به داخل کیمه رفتیم. بقچه غذا رو آماده کردیم و مشغول خوردن غذا شدیم. کامبیز همینطور که لقمه بزرگی از غذا برداشته بود و توی دهانش فرو میکرد گفت رفتیم خونه شما و راستش میخواستیم بیایم پیشت شام بمونیم. کمی با هم خوش باشیم. ولی از شانس بعد ما خونه نبودیم. اومدیم اینجا پیشت کم تنها نباشی و هم دلی از عذا در بیاریم. ایمان هم طبق عادت همیشگی که داشت سکوت کرده بود و زیر لب مشغول دعا بود. بعد از غذا سفره پارچه‌ای رو جمع کردم. کامبیز 3 لیوان چای آماده کرد و روی حصیر کف کیمه گذاشت. خودش هم به ستون چوبی دیوار حلبی کیمه تکیه داد. ایمان هم کتاب مقدس خودش رو از کوله پشتی بیرون آورد و شروع کرد به خوندن کلام خدا. کامبیز با دیدن اینکه ایمان شروع کرد به خوندن با دو دستش محکم به سر خودش کوبید و فریاد زد ای خدا خودت رحم کن. اینجا تو مزرعه شالی هم ما رو ول نمی‌کنه. ایمان لبخندی زد و از کامبیز سوال کرد داداش الان گفتی ای خدا؟ میدونی خدا چه شخصیتیه؟ میدونی خدای کتاب مقدس با خدای بقیه چه فرقی داره؟ کامبیز جواب داد ای بابا بیخیال، خدا خداست دیگه، چه فرقی داره؟ عبادت هم عبادته. خب چه فرق داره تو تو مسجد باشی یا صومعه یا کنیسه باشی و چه تو کلیسا؟ بابا تو رو خدا امشب بی خیال ما شو، تعلیمت رو بذار واسه فردا، اومدیم یه شب اینجا تو طبیعت، تو رو خدا بی خیال ما شو. من که سالها بود کتاب مقدس رو خونده بودم و با ایمان هم در مورد خدای کتاب مقدس خیلی صحبت کرده بودم. خیلی دوست داشتم اون شب هم در مورد عیسی مسیح بیشتر بدونم. رو به کامبیز کردم و گفتم کامبیز جان، اصلا فکر کردی چرا به این دنیا اومدیم و تو این دنیا باید چیکار بکنیم؟ بعدش کجا میریم؟ کامبیز دوباره به پیشونی خودش زد و گفت به یکی کم بود، این یکی هم اضافه شد. بعدش با شوخ طبعی همیشگی خودش و با خنده گفت خب به این دنیا اومدیم چون ننه بابا همون خواستن. تو این دنیا هستیم تا زندگی کنیم، لذت ببریم و ای بابا اصلا کسی چه میدونه وقتی که بمیره چی میشه؟ کدوم آدم اومده شهادت بعد از مرگ خودش رو داده؟ این حرفا فقط برای ترسوندن من و شماست، بی خیال بچه ها. گفتم
من که میدونم ته دلت میخوای خدای حقیقی رو بشناسی و میدونم از ترس خانواده و بقیه روستایی هاست که ایمان نمیاری و به زبون اعتراف نمیکنی. پس بیا و امشب در کنار هم دعا کنیم و در این مبارزه روحانی هدایت خدا رو تجربه کنیم. ایمان یواش یواش شروع کرد از کتاب مقدس حرف زدن، از اینکه کتاب مقدس کلام حقیقی خداونده. کامبیز هم دستش رو زیر چونه خودش گذاشته بود و خوب به حرفای ایمان گوش می‌داد. سکوت بود و سکوت و فقط هر از گاهی صدای زوزه گرگ و واق واق سگ‌های روستا از دور به گوش می‌رسید و صدای منقار دارکوبی که به تنه درختان حاشیه مزرعه کوبونده می‌شد. ایمان صحبت‌هاشو ادامه داد و گفت: خدا در کلام خودش این اطمینان رو به ما داده که حیات جاودانی داریم و این حیات جاودانی با پذیرفتن عیسی مسیح به دست میاد. از لحظه‌ای که عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده میپذیریم، فرزند خدا میشیم. بچه‌ها، وقتی برای رضایت و خوشنودی خدا زندگی کنیم، خدای کتاب مقدس ما رو هدایت میکنه و زندگی موفقی داریم و خدا رو جلال میدیم. بچه‌ها، نجابت ما از لحظه ایمان آوردن به عیسی مسیح تا روز بازگشت خداوندمون عیسی مسیح ادامه داره. کامبیز روی حسیر دراز کشیده بود و همینطور که به آسمون مهتابی پر از ستاره نگاه میکرد گفت: بچه ها، من چطور میتونم خدای کتاب مقدس رو بیشتر بشناسم؟ یعنی چطوری باید عیسی مسیح رو شهادت بدم وقتی حقیقتاً میدونید پدر و مادر متعصبی دارم و خیلی میترسم از خانوادم ترد بشم؟ ایمان دو تا سیب از کوله پشتی خودش بیرون آورد، به چند قسمت مساوی تقسیم کرد و توی بشقاب گذاشت. به من و کامبیز تعارف کرد و برای پاسخ به کامبیز گفت: عیسی مسیح در متی فرمود اگر کسی مرا نزد مردم اعتراف کند که به من ایمان دارد، من نیز او را اعتراف خواهم کرد. میدونید بچه ها، عیسی مسیح این موضوع رو به 12 شاگرد خودش زمانی گفت که به اونا فرمان رفتن و موعظه کردن پیغام ملکوت خدا رو داد. کامبیزم که به صحبتهای ایمان خوب گوش میداد گفت: ای بابا، حالا یه مسئله جدید اومد روی کار، پیغام ملکوت خدا یعنی چی؟ گفتم: ببین کامبیز جان، پیغام ملکوت خدا پیغامی در مورد فیض خدا بر ایمانداران از طریق مرگ و قیام عیسی مسیح و در مورد پادشاهی خدا بر ایمانداران از طریق سلطنت عیسی مسیح در آسمونه و من و تو باید این پیغام رو بدون ترس اعلام کنیم و یادت باشه دشمنای مسیح هیچ وقت نمیتونن روح مسیحی رو از بین ببرن. کامبیز جان، تو میتونی همون مطالبی که در کتاب مقدس درباره عیسی مسیح گفته شده رو به مردم بگی و اعتراف کنی و اعتراف تو باید همون حقیقتی باشه که در کلام خدا اومده، نه اون مطالبی که در کتاب‌های مذهبی مذاهب دیگه نوشته شده. اگه اعتراف کنی که عیسی منجی همه انسان‌هاست، هرگز از این اعتراف و ایمان شرمنده نمیشی. ایمان سکوت کرده بود و با سر حرفای منو تایید می‌کرد و با ریختن کمی نفت شعله آتیش کنار کیمه رو بیشتر کرد. کامبیز گفت: اصلا چطوری میتونم به حرفاتون اعتماد کنم؟ یه لبخندی زدم و به شوخی گفتم: احتمالاً دلت کتک میخواد کامبیز. در ادامه حرفام بهش گفتم: ببین برادر عزیزم، به من اعتماد نکن، بلکه اعتمادت به خدا باشه. خداوند در کلام خودش در کتاب ارمیا میگه لعنت بر کسی که به انسان تکیه میکنه و چشم امیدش به انسانه و به خدا توکل نمیکنه. خوش به حال کسی که به خدا توکل داره و تموم امید و اعتمادش بر پایه خداست. پس به خدای کتاب مقدس اعتماد کن و این حقیقت و قدرت بی پایان رو پایه محکم زندگی خودت قرار بده. برای نجات خودت هم وابسته به خدا باش. کامبیز رو به ایمان کرد و از ایمان خواست تا برای نجات خودش و خانوادش، برای اینکه خدای حقیقی رو بشناسند، در دعا باشه. بعدش هم گفت: میدونید چیه بچه‌ها، راستش رو بخواید من خیلی دلم میخواد مثل شما یه انسان روحانی و خداشناس باشم، اما نمیتونم. بارها سعی کردم در مورد خداوند یکتا تحقیق کنم، اما به جایی میرسیدم که خیلی از سوالاتم بی پاسخ میموند. برای همین دیگه نخواستم ادامه بدم. راستش همیشه توی فکرم حضور خدا رو توی زندگی خودم میخوام و البته هدایت خدا برای رسیدن به آرزوهام رو بیشتر میخوام.
ایمان رو به کامبیز کرد و گفت: کامبیز جان، میدونی مثال برزگر برای چه کسانی گفته شده؟ عیسی مسیح این مثال رو برای دریافت کنندگان و شنوندگان کلام خدا گفته، برای تمام مردم دنیا. تغییر وضعیت قلب ما انسان‌ها در هر زمان رو تأثیری که کلام خدا بر زندگی ما داره تعیین می‌کنه. این حالت قلبی من و شماست که تعیین می‌کنه که آیا رشد روحانی داریم یا نه. زمین خوب و نیکو هم این رو میگه که قلب من و شما راغب و مشتاق باشه. اگه قلبمون مشتاق باشه، به کلام خدا طوری پاسخ میدیم که عیسی مسیح رو توی عمق وجودمون میپذیریم. یادمون نره که کلام خدا وسیله قدرتمندی برای نجات و تغییر دادن ماست. برای همین شریر میخواد تا کلام خدا رو از قلب ما بیرون بیاره. کامبی سوال میکنه: خب چطور باید میوه بیاریم؟ ایمان رو به من میکنه و میگه: این سوال رو تو جواب بده. به ستون کیمه تکیه دادم و گفتم: با صبر میتونیم محصول بیاریم. ببین، شریر در اطراف من و توه. دنیای مادی در خارج از وجود ما و ذات گناه‌آلود ما در درون من و توه. این شریرها پیوسته با ما در جنگن و ما هم باید با اونا مبارزه کنیم. با خوندن و فکر کردن به کلام خدا و استفاده هر یک از این آیه ها در زندگیمون و انتقال کلام خداوند به مردم، من و شما میتونیم استقامت کنیم، چون خدا قول داده که با من و تو همراهه و خداوند هرگز دروغ نمیگه. اون شب من و ایمان و کامبیز کلی در مورد مسیحیت حرف زدیم تا اینکه صبح شد و هر سه به سمت روستا برگشتیم. نزدیک ظهر بود که دوباره به مزرعه برگشتیم و کمباین مخصوص درو هم اومده بود تا شالی ها رو درو کنه. من و ایمان همون روز پس از انجام درو و جمع‌آوری محصول، یک دهم محصول رو بین فقرهای روستا و روستاهای مجاور تقسیم کردیم و در دعا بودیم که روزی همه مردم عیسی مسیح رو بشناسند و انجیل خداوند در تمام دنیا موعظه بشه. کامبیز هم توی جلسات روحانی من و ایمان شرکت میکرد و خلاصه بعد از چند وقت مطالعه کتاب مقدس، قلب خودش رو به عیسی مسیح تقدیم کرد و تولد دوباره پیدا کرد و حالا ما سه نفر در این روستا همچنان نماینده عیسی مسیح هستیم و سعی میکنیم خدای حقیقی رو به مردم بشناسونیم. تو را